بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاه والسلام علی رسول الله و علی و صحبه اجمعین به سلسله موضوعی قبلی که درباره عاشورا بود گفته بودیم باز هم به ادامه ازو درس باید گفت که در روزه گرفتن روز دهم ده محرم که به نام عاشورا است یک انسان است که در امو روز عذر پیش میشه برش یا مریض میشه مریض معوار میشه یا دیگه مریضی برش پیش میشه یا اینکه مادر است که شیر مت طفلش نمیتونه که روزه بگیره و در عادتا هر سال او روز روزه روزه میگیره ولی در این سال نمیتونه کلم عذر برش پیش اومد او چی میشه برای ازو که از الله متعال به مو حساب نیتش اجر میته ان شاء چون گفتیم دین دین یسر است دین آسانی است که الله متعال به که رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث است حدیث که بخاری روایت میکنه میفرمان مي که اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا حديث البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن كي انسان مسلم مريض ميشه يا سفر ميكنه بر ازو اعمال نشته ميشه كي او مثل در حالتي مقيمة مثل كي صحيح يعني جور صحت مند درو مثل اعمال عبادات عن انجام و به سبب عذر سفر مریضی که نتونست برای انسان الله متعال اجر و پاداش کامل برش میرسانه مثل که مقیم باشه مثل که صحتمند باشه همون رقم برش پاداش الله متعال میرسانه و دیگر مسائلی که در این روز هست روز روزه روز, روز عاشورا قبلا فرض بوده قبل از رمضان روزه روزه گرفتن روز عاشورا فرض بود باز این منسوخ شد به مستحب بودن يعني پس سنت chùa والفرض باز شد أه باز سنت شد حدیث ام المؤمنين عائشة رضی الله عنها روایت میکنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل ان يفرض رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر مي روزي بيشز أه امر میکردن بر روزه گرفتن روز عاشورا پیش از رمضان وقت که رمضان فرض شد باز چی گفت باز امر به یومد که من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء افطر به این فیصله كسيكي روزي کسی که روز عاشورا روزه میگیره هم میتونه و کسی که میخواد افطار كنهم هم جواز داره و در حدیث دیگه میگه هذا يوم عاشورا ولم يكتب الله عليكم صیام رسول الله صلى الله عليه وسلم آله که روز عاشورا است و روزه الله متعال بر بالای شما فرض نگردانیده و انا صائم رسول الله صلی الله علیه روزه دار فمن أحب منكم أن يصوم فلا سوم ميخاكي كمي خاكي دوسترك روزة بيجرة روزة بيجرة ومن أحب أن يفطر فليفطر أجا كسي مي خاكي افطار كنا روزة نجرة وهم ميتون كي افطار كنا وروزة نجرة مسألة ديكي كي بيجي شارم شويس كي روزه روزی عرفه افضل است یا روزی روزی عاشورا طبعا روزی عرفه چون روزی عرفه که است یک روز روزه است ولی دو سال هایش بخشش میکنه الله متعال اما روزی عاشورا یک سال قبلی حکمت در چیز حکمت در است که روز عاشورا نسبت میشه به موسی علیه السلام به مسائلی که ارتباط داره به موسی علیه السلام و روز عرفه نسبت میشه به مسائلی که

يوم عشورة هو رقم نيس قبلش محرم هل بعدش نيس وامتنا قفت شده كي روز عاشورا روز عشورة دهوم محرم الله متعال نعمتش را برباله موسى عليه السلام تمام كرت كي او را از فرعون نجات وروز عرفة الله تعالى نعمة شرب بربولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمم كت آية عزيمة كده رجاء نازم شد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين دك جاء دك دك دمرز روز عرفة نازل شد أزو خاطر إروز عرفة بيهترز وامشنا نز مسائل كده مجربة روز عشورا إسكي روز عشورا يك روز عزيمة يوم عظيم از روزهای الله متعال گفته شده مثلی که در حدیث میه الله متعال میفرمایه که و ذکرهم ب ایام الله الله مال رصول ه میفرمایهد که بیاد ار اونها را به روزهای الله روزهای الله کدام روز بود روزی بود که نجات موسی علیه السلام از فرعون بود که بعد از او میه یت دیگر که موضوع موسی علیه السلام که الله نجات داد ام موسی را و قومش و فرعون غرق کرد و قومش غرق کرد از خاطر شکران از از خاطر شکران نعمت از او الله مدار او روز یاد میکنه و بالاخره امر به میشه به روزه گرفتن او روز میشه از خاطر چیز از خاطر مقابل نعمت باید الله انسان شکران نعمت کنه شکران نعمت به عمل میشه اعمل ال داوود شکران عمل چيز روزا گرفتن است عمل چيز نماز خواندن است عمل چيز صدقه دادن اي كلش شكران نعمت است بس الله متعال بر تو إيه نعمتها ما الدين تكاملكات روزي على فروزه بي الله نجادت داد روزا بي يگ يعني نو شكران نعمت بيست و همچنان ابن عباس رضي الله عنهما مفرمايت كر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب مدينه وقتي تشريف آوردن ديدن كه يهود يروز إيه روزا روزا برسان كذا ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ يكون روز هذا يوم عظيم. يروي وزيركش أنجى الله فيه موسى وقومه. موسى وقوم شر الله در روز نجاد و وغرق فرعون وقومه. وفرعون قام در روز كذا غرق كذا. هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون. أه فصامه موسى شكرًا. پس موسی علیه السلام ای روزه شکران از خاطر تشکر نعمت اللهم تعاله روزه گرفته ما ازی روز روزه میگیریم پس رسول الله صهول وختی که ا قضیه ره شنیدن فرمودن که ف نحنو احق و اولی ما احق حقدارتر و اولا هستیم به موسی علیه السلام از شما کرده چون او پیغمبر بود م هم پیغمبر هاستم مه اولا استم امت م اولاست به ای که رزه یرهنه اینک از خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله روزه گرفتن این روز عاشورا را رو و صحابه کرام امر کردن و ما را به امر کردن که روزه بگیریم و همچنین از مسائلی که دیگه است در روز عاشورا از است که ما مسلمان ها را به درس می که موضوع عاشورا یک موضوعی است که علاقه و ارتباط قوی بین مسلمان ها را بر ما تعلیم میده که مسلمان ها باید بین خود یک علاقه قوی داشته باشد اگرچه زمانه ها اختلاف کند، مکان ها اختلاف میکنه دوری ها از ولی قلبا باید یک جای باشه مسلمان ها باید, اه 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 ما باید خود مؤمن وار, مؤمن وار زندگی کنند سمیمانه زندگی کنن دوستی در ما باشه چرا الله متعال فرمود که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض مؤمنها با بعض کس اولیاء استن دوست هستند محبت باید داشته باشن سمیمیت داشته باشن و همچنان مسائل دیگه که یوم عشورا روز عشورا روز شکر است روز شکران است روز چیز روز فراخیز روز فرج است فرج روز راحت است روز کامیابی است روز نصر است روز فلاح است روز نجاح است چرا رسولالله صل الهعلهوسم به موسی عليه اسلام وقتی گفته شد که انه لمدرکون ما شما را حتما درک میکنیم مییابیمتان شما بریزن ول ما شمار درک میکنیم و شما ر هلاک می کنیم و رسولالله صوسلم در, در جوابش موسی عليه اسلام چه گفت کلا نه هرگز نه نهمیتوانین شما مارا درک کنیم چرا نمیتانیم انه معیا ربي سهیهدین از خاطر ازی که دب حقیقت با ما کیس الله است ربی پروردگار است ربی رب وقتی که انسان مکمل درک کنه متوجه شوه به کلمه رب پروردگار کسیستک ذاتی است که, که مره پرورش مته مره نجات میته مره هدایت میته سه یهدین زود است که مره هدایت بته ای ای روز روزی چیستک روزی نجاح است روزی فلاح است و دیگر موضوعات در این روز است ای که روز عاشورا یک روز است که روز با عزمت معروف بوده در نزد جاهلیت هم این روز محلوف بوده و معروف بوده. اونها این روز تعظیم میکردن و این روز روزه میگرفتند و این روز در این روز که از کعبه میپوشاندن و مثل که عایشه ها این موضوع روایت میکنه در حدیث بخاری و مسلم ای موضوع است و همچنان از در روز که تعظیم یا معاشورا در میشه بر روز گرفتنش میشه مثل گفتیم شکران از خاطر شکران نعمت و حلاکت دشمن اسلام از خاطر در روز قرار گرفته و از مسائلی که در نکتر و انسان در آور از اویست که در این روز مردم ها متاسفانه متاسفانه بدعاتی را خرافاتی را به بار آوردن که در ای روز اونا عمل میکنن از خاطر کشته شدن شهادت حسین رضی الله عنه الى روز روز خف خفگی روز حزن روز گریه روز گربان پر کردن روز کالا پر کردن جیب پاره کردن روز لطم و شتم و روز زدن و کندن و زنجیری و زنجیر زدن متاسفانه این روز این روز برای از این نیست که مردم مردم از این ساختن بلکه اسلام دین مبین اسلام شریعت محمدی از این چیزها بری است ما در شریعت خود از خاطر عزاداری طریقی خوبی داریم دا وقتی داریم معین زمان معین داریم به نمیشه بلکه رد آمده رسول الله صلی الله که رای ليس منا من ضرب الحدود وشق و ودعوا بدعوى الجاهلیه از ما نیست کسی که روحای خود پاره میکنه جیب های خود پاره میکنه و با, 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 با صداهای جاهلیت سر میزنه که چیزاست پس متاسفانه شیطان میایه به عقل های بعضی انسان ها بازی میکنه و اینها را از راه مسلمان ها دور می و ای روزه به نام معتم به نام عزاداری به نام حفلات به نام بازو حفلات متاسفانه از موسیقی ها از, 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 از انواع مخدرات از انواع رقص و پایکوبی ها پر میشه که در روز باز حلوه ها توزیع میشه گوناگون طعم های گوناگون توزیع میشه که همه تشبه به یهود و نصارا است به می رقم تعظیم میکنند متاسفانه امروز هم دوستای مردم های پیدا میشه که به رقم تعظیم میکنن و متاسفانه سنی نماهایی که شیعه هستند در حقیقت در این روز باز خوده چی میکنن به عزاداری به لباس های گوناگون به تعام های گوناگون خود به اونها شریک می در حقیقت اونها خود با یهود و نصارا مشابهت میکنن که انسان مسلمان از این گناه بدعات خرافات خزعبلات خود دور داشته باشه به با مسائلی خدا روی با با چی کنه وادار بسازه که خاندیم حادیث متعددی از بخاری و مسلم از آیات قرآن کریم بر روز گرفتن این روز یک روز قبلیش روزی بعدیش اگر سی روز روزه میگیرم مثل که یک مر روزه گرفته باشه یک حسنه به ده حسنه تبدیل میشه دیگه چقدر خوب است این کارها رو باید انسان انجام بده به یه چیزا رجوع کنه و از کارهای بد خدافات مخصوص کارهایی که در دین ما شایسته نیست از, از خود دور بداره الله متعال توفیق عمل اول به ما به شما ثانیا به شما نصیب کنه و صلی الله و وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين